آقای توحیدی، 4 رسانه مشخصا صحبت میشه در موردش. آیا تنها در رابطه به این 4 رسانه اسناد در دست است که امنیت ملی ادعا کرده، یا فکر میکنین که طوری که دوستای حاضر در بحث صحبت کردن این یک نظر شخصی و یا ادعا و دستای نامری در پشت این صحبت‌های امنیت ملی افغانستان وجود داره؟ اولا باور من این است که تنها این رسانه‌ای که ازش نام برده شدن نیست. شمار زیادی از رسانه‌های چاپی و برقی متاسفانه، اما فکر می‌کنین حداقل در مورد این رسانه‌ها امنیت ملی افغانستان اسناد در دست داره؟ اما روزی که آقای مشعل چنین صحبتی را داشتن، تماس گرفتم با آقای مشعل و ازشان خواستم که اگر در مورد این 4 تلویزیون اسناد دارن، اسناد را ارائه بکنن به دادگاه، و دادگاه منصفانه که هم رسانه‌ها زمینه دفاع از خود را داشته باشند و هم اتهاماتی که وارد میشه مبتنی بر مدارک و اسناد باشد، نه بر یک اتهام. اما آنچه را که بسیار مهم است خدمت تمام همکارانم در هر رسانه که هست عرض میکنم است که امیدوار هستم این صحبت ها و این نوع اتهامات مبادل به جنگ رسانه ای نشود. شکی نیست که ما در چوکات قوانین افغانستان عمل میکنیم. ارزش‌های دینی و اسلامی در هر رسانه باید رعایت شود. اما نه این تعظیم ارزش‌ها. مشعل رو روی خط داریم، دوباره صحبت‌هایتان ادامه بدیم. آقای مشعل، خوش آمدین به آماج. بله، سلام علیکم، تشکر، زنده باشین، بفرمایید. آقای مشعل، صحبت‌هایی که در آماج امشب شد این است که شما صحبت‌هایتان از آدرس شخصیتان بوده. این صحبت‌ها از آدرس ریاست ملی امنیت افغانستان بوده یا آدرس شخصی شما؟ نه خیر، یا این صحبت ها از آدرس ریاست عمومی امنیت ملی بوده. من سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی هستم و چیزی را که آقای عاطف میگن اصلا اینا بی‌خبر هستن. به نام آقای شنواری ما قصی نداریم در بخش مطبوعات ریاست عمومی امنیت ملی. اول و دوم ای که قصه چیزی را که آقای عاطف نشان دادن، این تنها از 4 نفر است و یا هم غیر قانونی است. چرا پیش یک اداره که ما امنیت ملی هستیم، پیش ما مسئله ثبت هم نیست، یک نفر دیگر نام نگرفتن. اینا 8 نفر بر حال دارن، فعلا پاکستانی دارن، و یک نفر دیگه شما چند وقت پیش اخراج کردیم به جرم جاسوسی از افغانستان. چرا این 7 نفر دیگه فکر میکنین کارمندان هستن یا جاسوسان؟ اینا کارمندان تکنیکی یا هر چیزی که هستن، ولی فعالیت های مشکوک داشتن، و اگر فعالیت های مشکوکشان نمی بود، ما هرگز مجبور نمیشدیم نامشان بگیریم. اینا میاله در آژانس خبری پژواک 2 نفر پاکستانی کار میکنن. هر وقت که اونا ویزیشان خلاص میشه، برای تمدید نزد وزارت اطلاعات کلتور میه و وزارت اطلاعات کلتور واره با ما روان میکنه. ما بدون کدام ملاحظه و یا چون واقعا جورنالیست هستن، او را تایید میکنیم و نه کدام نامش کدام وقت گرفتیم و نه کدام اتهام بالایشان داریم. آقای مشعل، شما این مدارک را به دادگاه پیش میکنین؟ اگر اینا بخواین بله، این مدارک هم هست، بالاتر از این مدارک هم موثرش امشب داریم که با نهادهای دیگه پاکستانی ارتباطات مکاتباتی دارن. و در رابطه به تلویزیون تمدن گفتین که سوژه های تلویزیون تمدن توسط ایرانی ها تعیین میشه. اول آقای رحمتی گفتن که ما هیچ کارمند ایرانی نداریم. فکر میکنم مغالطه میکنن یا میخواین کتمان بکنن. دیروز خودشان گفتم که ما قرارداد انستالیشن یا نصب استودیو و بعضی موارد تکنیکی را با 2 کمپانی چینایی و هندی دادیم. اونا قیمتش بالاتر بود، از ایرانی ها خواستیم. از این خاطر 16 یا 15 نفر ایرانی که کار میکنه، اینا همکاران تکنیکی ما هستن. دیروزی گفتم، امروز میگه که نیستن. ما اگر امروز اونا را اخراج کرده باشن، در شک نیست، ولی تا روز دوشنبه همین ایرانی ها با اینا همکار بودن. این که اینا چی میکنن، خود برنامه های سیاسی تلویزیون تمدن نماینگر ادعای ماست که اینا برنامه های دارن کاملا علیه منافع ملی افغانستان، علیه دوستان که با ما کمک میکنن و در مبارزه با تروریسم بین المللی همسنگر ما هستن. اینی مشکلات داشتن. ما از او زاویه به کارهای از اونا منگریم و فکر میکنیم که مالی که چه کار میکنن اصلا همکاران تکنیکی نیستن، بلکه کارهای استخباراتی را میکنن. زمانی شما درک میکنین که کسانی حضور دارن آقای مشعل که کارهای استخباراتی را میکنن، چرا دستگیرشان نکردین؟
ما تا او خونه را تذکیر نمی کنیم تا که اسناد موثق به دست نداریم، ولی ما به اینها فهمانده بودیم کارمندان ایرانی که کار میکنه باید از مجراهای قانونی استخدام شوند، وزارت اطلاع کلتور در جریان باشه، وزارت امور خارجه در جریان باشه و در اکثر موارد ما اداره ما در جریان باشه که همچو کاری نبوده. شما فکر میکنین که از هر دو تلویزیونی که نماینده هایش اینجا وجود داره، شمشاد و تمدن، کارمندهایشان در ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و وزارت خارجه افغانستان راجستر نیستن؟ روز دوشنبه یک شنبه جلسه که بود در معذر وزیر صاحب اطلاعات کلتور و سخنگوی وزارت امور خارجه، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، اونا هیچ اطلاعی از این نداشتن و پیش شما قطعا سپنش نیست که باید نظر ما را حتما بگیرن در حیث استخدام افراد خارجی. ولی ما میخوایم یک وضاحت جناب حضرت بکنم که ما کدام اتهام و یا کدام موضوع را بالای تلویزیون های شمشاد یا تمدن نداریم. مشکل ما با استخدام افراد غیر افغانی، افراد پاکستانی و ایرانی است که از مجراهای غیر قانونی میان تلویزیون ها را مشخصاً این تلویزیون ها آقای مشعل اجندای پاکستان و ایران را در افغانستان پیگیری میکنن یا خیر؟ خب اینجا فرق دارند. برنامه هایی که در تلویزیون تمدن است اکثر برنامه ها خصوصا بحث های جزئی منافع ملی را در خطر مندازه، مردم به تحرک و تحریکات منفی علیه نیروهای خارجی به قیام تشویق میکنن و در بعض موارد حضور نیروهای بین المللی را که زیر یک موافقت نامه شورای امنیت ملل متحد با افغانستان آمدن و با کمک مردم افغانستان و با مبارزه با تروریسم بین المللی آمدن، این را اشغالگر مینامند و افغانان و در مورد تلویزیون شمشاد هم فشرده. در مورد تلویزیون شمشاد ما با برنامه های شمشاد کدام مشکل نداریم. ما مشکل ما که از با استخدام افراد غیر افغانی است. برنامه هایشان مخالف منافع ملی هست یا خیر؟ اگر تمام موارد شبیه بینیم ما برنامه هایش سرکب ندیدیم، ولی حرکات و فعالیت های این کارمندهای پاکستانی و مراجعهشان به بعض ادارات دیپلماتیک در کابل شک و گمانهای ما را بسیار قوی ساخته و یک نفرش به میجنم ما از افغانستان اخراجم کرده. آقای مشعل اگر دو دقیقه فرصت روی خط باشین که دوستای ما کدام پرسش مستقیم از شما داشته باشن باز ما بس را پیگیری میکنیم. اگر پرسش مستقیم از آقای مشعل داشته باشین. من از آقای مشعل پرسش ندارم، تبصره دارم روی حرفایش و او به دو دقیقه تمام نمیشه. بعد از بله شما هم پرسش دارین از آقای مشعل؟ بله من از آقای مشعل میپرسم که منافع ملی افغانستان کدام است که تلویزیون تمدن رو به خطر انداخته؟ آقای مشعل شنیدم منافع ملی افغانستان ثبات است، منافع ملی افغانستان امنیت است و منافع ملی افغانستان عدم مداخله همسایه های ما از طریق فرهنگی و مطبوعاتی نیک ماست. و مسئله دومی است که من وضاحت بکنم، آقای رحمتی فرمودن که اکثر کسایی که مخالف تمدن هستند یا تکنوکرات هستند و یا چپی ها. ما الحمدلله نه چپی هستم و نه تکنوکرات، از خانواده مجاهد هستم و 30 سال در سنگر جهاد سپاس آقای مشعل. به عنوان آخرین پرسش در رابطه با تلویزیون کابل نیوز دیدگاه شما چی بود مشخصا؟ در مورد دیدگاه مواجهه در کابل نیوز افراد اتباع خارجی کار نمیکنه. تنها مشکلی که کابل نیوز داره مصاحبه های قماندانان طالبان را نشر میکنه بدون کموکات و مردم یک گمان و یک شک در یک طرف شک میبره که گویا طالبان یا درستا حضور فیزیکی در افغانستان دارن و مصاحبه میکنن و حکم فرما هستن. این یک مشکل داره که طبق قوانین نباید این کار بکنن. سپاس فراوان. یک نفر از ایشان بپرسین فشرده که اینا روز یکشنبه گفتن 12 نفر، حالا میگن 8 نفر، کدامش درست است؟ حالا پرسش آقای نفر امیل از 8 نفر گفتین آقای مشعل امیل از 8 نفر گفتین و یک پرسش در رابطه با یک پرسش دیگر در رابطه با کابل نیوز به عنوان آخرین پرسش این برنامه از شما، انگیزه این تلویزیون کابل نیوز صحبت هایی را که شما کردین چی است به نظرتان؟ انگیزه در رابطه با کلان ساختن مخالفین مسلح دولت که شما به نوعی گفتین، انگیزه چی است؟ چرا میخواین مخالفین مسلح دولت کلان بسازند، کلان جلوه بدن؟
ما این نمیره دمی جلسه ما این نمیرم رایشن مطرح میکردیم که چرا این کار میکنن، با ما جواب کسی نداد. یعنی شما هم جوابش نیافتین. تشکر از حضورتان. آقای باشم آتف سر یک دفعه بزنم با آتف سر بفهم. در شمشاد در طول یعنی 3 سال اضافه 12 نفر پاکستانی بودن، چندین نفرشان رفتن زیر تحقیق بودن فرار کردن، حالی 8 نفر مانده که 2 نفرش آتف سر کتمان کردن و 5 نفر میگن در حالی که اسما و یک نفرم شما گفتین که با جرم جاسوسی از تلویزیون شمشاد بیرون کردین. تشکر فرصت آقای مشعل بیشتر گرفتیم. تشکر جناب مشعل. بیننده عزیز وقفه کوتاه، پس از وقفه همراهی ما کنید.